گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند. هر نوکلئیک اسیدی که دو انتهای آن به یکدیگر متصل. خب دقت کنیم بچه ها، اگر دو طرف نوکلئیک اسید ما به هم وصل باشه، نوکلئیک اسید ما حلقویه، و اگر باز باشه، نوکلئیک اسید ما خطیه، که حالا یا میتونه دی ان ای باشه و یا میتونه به صورت آر ان ای تک رشته باشه. گزینه ها رو ببینیم. گزینه یک، گفته دو انتهاش به دیگر متصل نیست، یعنی خطی باشه، در ساختار هر واحد تکرار شونده. بچه هر واحد تکرار شونده یعنی نوکلئوتید. یک حلقه 6 سلی وجود داره، کاملا درسته، بازمون چه از نوع پورین باشه چه از نوع پیریمیدین باشه، قطعا بچه حلقه 6 ضلعی رو داره. بنابراین گزینه یک کاملا درسته. در واقع بازهای پورین یه حلقه 6 ضلعی دارن، یه حلقه 5 ضلعی، اما بازهای پیریمیدین فقط یه دونه حلقه چی دارن؟ 6 ضلعی. گزینه دو، بگیه متصل است، یعنی حلقوی، در سیتوپلاسم قرار داشته. نه بچه، مثلا دی ان ای اصلی باکتری به قشا متصله، اما دی ان ای که توی میتوکندری و کلروپلاست به قشا متصل نیست، پس این گزینه به سادگی حذف میشه. دوباره گفته دو انتهاش به هم متصل نیست، یعنی خطی باشه، دارای تعداد برابری از باز عالی پورین و پیریمیدینه. این قانون بچه‌ها برای آر ان ای که تک رشته است صدق نمی‌کنه. و گزینه 4، دوباره گفته اگر حلقوی باشه فقط یک جایگاه آغاز همانندسازی داره. بچه قید کتابمون به شدت برای کنکور 99 تست خیزه، یک جایگاه آغاز همانندسازی توی اغلب پروکاریوت ها میتونه رخ بده، نه فقط داره یک جایگاه آغاز همانندسازی. پس این گزینه هم حذف میشه، پاسخ تست ما گزینه 1.